جلسه دوم ما وارد صفحه 8 جزوه میشیم. صفحه 8 جزوه چیکار کرده؟ بالای صفحه ما صفحه 7 نوت سیاه زدیم، گفتیم شمارشش 1 2 3 4، 1 2 3 4. حالا برای صفحه بعدی اول صفحه نوتای چنگو داریم. خب گفتیم ارزش زمانی نوت چنگ 1/2 سیاه، یعنی هر سیاه 2 تا چنگه. خب ما توی ریتم 2/4، تعریف ریتم 2/4 چی بود؟ گفتیم 2 تا نوت سیاه تو هر میزان. اوکی، ما 4 تا نوت چنگ داریم تو هر میزان، درسته دیگه؟ هر نوت سیاه 2 تا چنگه، 4 تا چنگ میشه 2 تا سیاه، پس ریتممون 2/4. حالا 4 تا نوت چنگ داریم. نوع شمارشش من سازو برمیدارم بهتون میگم. واسه صفحه 7 برگشتیم گفتیم که 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. حالا برای صفحه بعدی نوع شمارشش اینطوری میشه: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب حالا تمرین بعدی تمرین نوتای چنگ و سیاه و کنار همدیگه قرار داده. چه جوری میشه؟ ما 2 تا چنگ داریم یه سیاه، بازم درسته دیگه؟ خب حالا نوع شمارشش گفتیم 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. با تغییر دادن حرکات همین روند تا ته میره. اوکی، پس نوع بس نحوه زدن نوت چنگ رو هم با هم دیگه چک کردیم. خلاصه و مفید مرور میکنیم: نوت سیاه میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4، حالا چنگ 1 2 3 4، 1 2 3 4. اوکی، واسه صفحه 9 جزوه، صفحه 9 جزوه رو که ببینید، حالا دولاچنگ رو با هم دیگه کار میکنیم. حالا دولاچنگ چیه؟ گفتیم ارزش زمانیش میشه 1/4 سیاه و 1/2 چنگ، یعنی هر چنگ 2 تا دولاچنگه، یعنی هر سیاه 4 تا دولاچنگه. حالا نوع شمارشش سیاه و چنگ رو با هم گفتیم، حالا دولاچنگ میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. پس تمام عددی که به کار میبریم و میشماریم رو میزنیم، ولی توی چنگ عدد 1 و عدد 3 رو میزنیم و نوت سیاه عدد فقط عدد 1 رو میزنیم. پس دولاچنگ اینجوری شد. و توی آخر صفحه یه نکته ای بگم، خط 4 قسمت بالایی وسطش تکرار داره. گفتم شکل تکرار رو بهتون گفتم و گفتم اگه 1 دونه خط مورب داشته باشیم، یعنی فقط میزان آخر تکرار میشه، ولی اگه 2 تا خط مورب داشته باشیم، 2 تا میزان آخر تکرار میشه. خب حالا واسه ادامه کار هم نوت سیاه، هم نوت چنگ، هم نوت دولاچنگ رو با هم دیگه گذاشته و کنار هم دیگه گذاشته، نوع شمارشش رو که با هم دیگه کار کردیم، پس راحت میشه. میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. حتما با سرعت پایین تمرین کنید این کارو، به اصطلاح توی موسیقی تمپو همون سرعته، با تمپو پایین تمرین کنید ولی درست بزنید. نم تمپوتون رو ببرید بالا. مثلا من با این تمپو هم میتونم بزنم 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، با حتی با این تمپو 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. تمپوتون رو سعی کنید پایین درست و آروم آروم سرعتتون تا حد امکان بالا ببرید. نکته ای واسه صفحه 9 نمیمونه و صفحه 10. صفحه 10 حالا اومده چیکار کرده؟ نکته ای که هست این جاگذاری نوتا کنار هم دیگه است. ما به قول گفتنی تصفیه میکنیم نوتا رو، ببینیم ریتمش چیه. ریتم که 2/4، ولی خودمون میخوایم ببینیم چیه.
یه چنگ داریم، دو تا دولا چنگ، دوباره دو تا چنگ. خب دو تا دولا چنگ میشه یه دونه چنگ، پس میشه چهار تا چنگ. چهار تا چنگ هم میشه دو تا سیاه و خب ریتممون دو چهار. حالا نوع شمارشش دقت کنید، وقتی دو تا چنگو کنار هم دیگه قرار میدیم، دو تا چنگو کنار هم دیگه داریم. حالا فرض کنید چنگ دومو کرده دو تا دولا چنگ، میتونه این کارو بکنه چون هر چنگ دو تا دولا چنگ. اوکی، پس اولی چنگ نگرداشته، چنگ دوم کرده دو تا دولا چنگ. حالا نوع نواختنش چجوری میشه؟ یک زده میشه، دو سکوت، سه زده میشه، چهار زده میشه، میشه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، تکرار، یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. و خط آخر که دولا چنگ هم داره، مثالشو بگم، میشه یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. این واسه صفحه 10. پس چی شد؟ چنگا رو کرده دو تا دولا چنگ، چهار تا چنگ داریم، یه دونه‌شو کرده دو تا دولا چنگ، میتونه حتی بکنه چهار تا سلا چنگ. تو همون نمودار باینری که با هم دیگه صحبت کردیم راجع به نوت‌ها، و امیدوارم که سوالی نمونه. خب در ادامه کار، حالا ما دو تا حرکت اصلی دیگه که به اصطلاح ریز تنبکی هستن رو با هم دیگه می‌خوایم کار کنیم واسه جلسه دوم. اوکی، حرکت اول اشاره دست چپ، حرکت دوم اشاره دست راست. حالا با چه نمادی نشون میدن؟ هفت کمان داره، یه هفتیه که روش کمان داره، مثل همون توم که چهاره بک هشته روی تخته بهتون گفتم. پس اشاره ها و ریزا دست راستتون، اشاره دست راست میشه هفت هشت کمان دار، اشاره دست چپ میشه هفت کمان دار. اوکی، حالا از اشاره دست چپ شروع میکنیم. اشاره دست چپ چجوریه؟ نحوه قرارگیری دست روی تنبک رو با هم دیگه صحبت کردیم، و همه اتفاقاتی که دست چپ میفته از مچ قطع میشه و هیچ وقت کسی توی نوازندگی تنبک با انگشت ساز نمیزنه، فقط مچ فرط میشه. حالا اشاره دست چپ چیه؟ همونطور که میبینید، برای مثال مثلا یک قطعه من با تمپوی بالا اجرا میکنم که ریز تنبک رو متوجه شید، مثلا یه ریتمی رو میزنم. خب این ریز حالا چیه؟ این ریز تشکیل شده از دو تا حرکت، اشاره دست چپ، اشاره دست راست. اشاره دست چپ چجوریه؟ شما دستتون چهار تا انگشت ثابت، زمانی که به بالا میاد انگشت ها به ترتیب، دقت کنید، انگشت ها به ترتیب به ساز برخورد میکنه. وقتی که از مچ قطع میشه